سلام به همه شما دوستان گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه من حسین عبدالهی هم و با پارس سوم در کنار شما هم قراره امروز بریم سراغ نور پردازی نهایی از این صحنه و متریال سازی برای این صحنه و روی رندر خیلی جذابم با هم بگیریم خب چه این صحنه اولین کاری که قرار انجام بدیم اینه که بیایم برای این فضامون متریال بدیم خیلی ساده ایه بدنی اینکه چیه این کار انعکاس این قسمت ها بالاست من ترجیح میدم یک لول از اینا کم کنم توی رندر نهاییه ببینید من برای این فضا از کتاب مطالب شیدرز استفاده کردم توی عمده ای این متریال ها اما توی قسمت برای فضای سنگ اینجا یک متریال خودم به شخص ساختم و اینو با هم یاد میگیریم که چجوری بتونیم یک متریال خوب با هم بسازیم خب این قسمت چه کانکریت من اومده لول لیول استفاده کرده بودم ولی خب چون بچه هایی که دارن ویدیو رو میبینن قطعا خیلی هاشون سیستم های ضعیفی دارم و خیلی حرفه نیستن ترجمه میدم که بیام از لول 2 یا حتی یک استفاده کنیم داخل کارها ولی خب همون دو اوکی و من میام اینجا کف کار انتخاب میکنم اینجا و من کانکریت فلور 6 رو انتخاب کردم و میدم بهش. و واسه اینکه دیگه سراغ ماتیر شیدرز نرم میام اینجا یک گوی انتخاب و قطع چکون بهش میزنم و زمانی که چکون دادم رو این ویوپورتو میزنم و به یک نیووی میرم که بتونم قسمت پارامترهای های برای تکشنش دسترسی داشته باشم خب اینجا یک در یک میتونیم مثلا یک و چهار یه ذره کشیده تر باشه و میام همین رو به این قسمت اعمال میکنم یادتون نره که زیر اینا هم باکس داریم ما و با حواسون باشه ببینید این پایین این ها رو هم انتخاب میکنم و بهشون اعمال میکنم حالا میتونیم یوی هم بدیم جفتشون انتخاب کردیم مثلا یک چون زیاد دیده نمیشه همون یک و یک هم اوکیه اصلا مهم نیست و توی این قسمت اینجا و این قسمت این چهار طرف دارم انتخاب میکنم میام از همین تکشن استفاده میکنم تکشن خیلی خوبیه چون میتونید حتی برای تنوع از قسمت والش هم استفاده کنید بچه اینجا دارید مودل های مختلف داره خب خیلی من نیه پسنده امیدوارو این باز بهتره برای خب خیلی اینی لک داره خیلی قشنگ نمیکنه کارو این اوکیه این هم قسمت اکسپوزیش نون خوب ولی خب ترجیح میدم از همین استفاده کنم و دیواره ها بدم و به همین دلیل میام یه تا به این اعمال میکنم یک فضایی به این صورت حالا اینجا هم یه دونه داریم که پشت ترموبال بالاست اعمال میکنم یه درست میکنن به و توی قسمت این فضا من فقط یه مچه خام بشتدم مثلا خیلی وقت نداشتم چون قسمت بیرون کار ما خیلی وقت نذاشتم و برای این اصلا ترموبالم اومدم سیشه درز رو باز کردیم یادم بازش کردم و توی قسمت وود ها اومدم از این چوب استفاده کردم داخل کارم چوب خیلی خوبیه بهش اعمال میکنم یوی بهش میدم چون یک و شیش بذاریم و ببین چپ و راستی الان یویش خوب من میام تو قسمت الاینمنت اینو روی ایکس میذارم که پانی به بالا باشه و جی این و گویه بعدی انتخاب و این چوبه رو برمیدارم برای خودم و اعمالش میکنم به این ور ترموبال میتونم از جیم این استفاده کنم و به اینم کنم این از این. و اینجا ما یک سنگی داریم اینو یه مقدار میتونم این برتر بیارم که جاره دوربینم بیشتر باشه و به همین من میام اینجا یه تکسیر ماربل سفید دارم خیلی هم نوستش دارم و میام ازش استفاده کنم تو قسمت تکسیرینگم اینجا وایت ماربل رو دارم از همینجا درگ میکنم این قسمت اعمال میکنم بهش یک مقدار رفلکس میدم یک مقدارم گرسیس و اعمال میکنم اینجا حالا تو اینجا بهش دیمیس در دیبیز. ببینید این قسمت رو ببینید یک تایلینگ داره خب و خط افتاده من نمیخوام این داخل رندرم دیده بشه میام چیکار میکنم یه یو, یو بی کلیک میکنم ویز انتخاب هیک مقدار جا به میکنم حالا این بعد چون توی رندر دیده نمیشه مهم خیلی نیستش من یعنی که دیگه بخوایم سایز اینا بزرگتر کنیم یو بی شاید اشو بالاتر خب و چه اینجا این آخرین کاکریت هم بهش اعمال کنم و اینجا هم فکر کنم همین کانکریت تو بشن بچا از همین کانکریت به این رسمت دادم مثلا چیز خیلی عجیب نیست و بعد آخرین قسمت میرم سراغ این میام اینجا یه پلین اینجا دارم و انا آبی رنگه من میخوام به این یه تکسچر چمن بدم میام داخل هار توی قسمت متریال هام یه گلاس خیلی ساده دارم خواهش استفاده کنم این هستش و یه این اوکی اصلا دیدم نمیشه خیلی میام اینجا ویلی ایت و میام از همین استفاده میکنم براش میدم اینجا و یه بک میزنم و امارش میکنم به این کلینه اگر دیده بشه یا دا شده چودتر به کم جا به جا اصلا دیده نشو ولی خب یومی هم نمیدم بریم یه تستندر از کار بگیریم اوکی این قسمت cool. حالا من داخل این فضا هم ببین اینجا یه قسمت فریم زرد رنگ دارم میام اینجا از کتاب پنومت سیدو شده استفاده میکنم روی تب متالش اینجا میام از طرق راف آیرن امان میکنم بهش و میشم قصد چکم بزنم داشته باشمش سب میکنم لود بشه و زمان که لود شد اینجا یه یو میدم مثلا رو دو در دو قرارش میدم بمونه اوکی حالا سراغ این قسمت بریم اینجا من همین میخوام یک کلوز بگیرم از این فضا و یک ویای فیزیکال کامرا قرار بدم این پلنی که اینجا دارم خب خودم متریال واسش بسازم میام داخل تکسرینگ خودم توی متریال هام سراغ سنگ فرشان میرم و توی اینجا میام پایین تر یه همچین رو دارم و میخوام ازش استفاده کنم داخل کارم خب توی این این پی بی آر یا این تکسری پی بی آر ما دیفیوز داریم گلاستینس داریم هایف نورمال و رفلکشن این هم که قسمت پریویوشه خب من میام اینجا یک گوی متریال انتخاب میکنم و روی قسمت دیفیوز یه ویل بیت میدم و دیفیوزو رو امان میکنم همینجا و بر میگردم میام تو قسمت رفلکشن یک ویل بیت مپ دیگه و تو این قسمت رفلکشنش ای اینجا قرار میدم بعد گو پرنت میزنم برمیگردم اینجا هم گلاسین دارم روی بیت مپ و تو این قسمت گلاسین استفاده میکنم و قرار میدم اینجا خب حالا من یک بامپ دارم بامپ رو روش کلیک میکنم دیگه اینجا ویری نیت مپ نمیدم اینجا ویری نورمال مپ بهش میدم چرا چون بامپ من رنگ جور بنفش رنگ داره و قسمت اینجا قرارش میدم و بریم یک کستندر از این قسمت میخوام بگیرم ببین اعمالش بکنم اینجا شوشه دیدم میزنم یک یوی هم بهش اعمال میکنم یاده کچکتر Ok, یه خوبه و توی این قسمت اسمش رکتنگل دو سف سه میرم توی رندر ستاپ چون اوبراید دادیم دیگه میرم قسمت گلوبر سویچز اینجا اکس کنو داریم من میام پایین تر یک رک میزنم یا رکتنگل سه و انتخاب میکنم میارم این قسمت سمت راست که بهش متریال امتیل اعمال نشه بریم یه تست بگیریم ببینید اون این تکسیر ساختیم اما دو بوده یک طول و عرض فقط داره ارتفاعی نداره که بخوایم ما این گرابل رو بتونیم رو ارتفاع ببینیم با جزئیات بهتر ببینیم چی کار میکنم ببینید داخل خود تکسره یک مپ برای دیسپریسمنت داره نگاه کنید تایف همچین تکسریه من میام چی کار میکنم این جز متریال خودش قرار نمیدم میام... نمیام پایین توی مپسش بخوام توی تب دیسپریس قرار بدم این باعث میشه خیلی سنگین بشه موقع پردازش میام چیکار میکنم از این تکنیک جدید استفاده میکنیم میام ویری displacement mode توی این تب جز مودیفای خود پلینه قرار میدم و من میام اینجا یه ویری بیت مپ انتخاب میکنم ویری بیت مپ رو اعمالش میکنم به یکی از این گوی ها اینستنس بله و از همینجا من اعمالش میکنم داخل این و همین خوب خب حالا امانتش یکه بریم یک سرندر بگیریم میخوام کامل نمیگیرم که میخوام مقایسه کنیم بچه ها از این قسمت با این بسمتش. ببینید حالا من میتونم بیام اینجا استاپ بزنم و اینو مثلا عمود شوزر و چهار و یک تستندر دیگه بگیرم بتونیم خیلی معنوستر باشه و ببینید حالا واسه اینکه این زبریه یه مقدار کمتر بشه چیه متریه تو من میام تو قسمت بام پشت این کمتر میکنم مثلا روی سی، مثلا میزنم روی ده که اینقدر زوختی و زبری نداشته باشیم یه مقدار کمتر بشه حتی پنج هم اوکیه و حتی اینجا رو ببینید اینجا یه دست قشن شما لایک رو میبینید اینجا دیگه نه اینجا خوش ارتفاع داره و به همین راحتی ببین تست شده خیلی بالایی و تر رو بر خودمون داریم می‌سازیم قبل قرار اصلا دست به به بزنیم به بزنیم خودش مپش آماده است و خودش ساخته شده اختلاف رو میبینه من میتونم یک مقدار بیشترش کنم مثلا روی پنج بذارمش و نمیخوام به خاطر اینکه جلو نورم گرفته بشه یه مقدار میارمش پایین تر پلینه رو یه مقدار اولمش پایین تر خب این قسمت حالا برای اینجا من اینو آلت میکنم و توی اینجا یک پلین این کشم بچه نگاه کنید اوکیه پلینه می رو میارم یک کمی برتر و توی f 4 میزنم سگمنتاش ازش میون بالا مثلا روی 8 در 8 قرار میدم و این ارتفاع میدم میارمش بالا اینجا قرار بگیره و توی همینجا حتی میتونم بیشترش کنیم کنم مثلا 12 در 12 بهش به اف 4 در 4 میدم کنترل پوینت انتخاب میکنم این نقطه رو میارم این قسمت اینجا هم همینطور یک مقدار این ویب

اوکی okay. سعی کردم پرش کنم و تو همین جا میام چه قسمت خود متریال جور از پریست خودش استفاده میکنم توی اینجا چه قسمت پریست کاستوم میام پایین نوشه بادر و این بادر رو به این اعمال میکنم یا از این قسمتش و اینجا ما یک آبی رنگ داریم میام کانکریت بهش اعمال میکنم یو وی بهش میدم مثلا دو در دو پشت زد خیلی مهم نیست و فکر میکنم یا رو ببینن اوکی آنها یار خب این از این قسمت این فکر کنم خاطر اینکه آبی رنگی بخاطر اینه که خطوطش آبیه از اینجا من میام از یک بک دراب جنریتور استفاده میکنم و میام پایین میام شماره 13 رو انتخاب میکنم کلیک میکنم وسط این دور دو دور این قرار رو بگیره هید اومد انتخاب میکنم بک دراب جنریتور دوباره انتخاب میام تو تب آپشنش چون اینجا میرم داخل دوربینم ببینید حالا من از اینجا دبلیو میزنم اینو می روش پایین تر به این میخوام اون خلاه و اون خالی بودن جبران بشه من اینجا اصلا اینو ازش میزنم روی هایفش میزنم روی دو هزار تا یا اصلا هزار و تا اصلا خیلی دیه فرم نشه اصلا, اصلا 800. یه صرف کم کنم حالا میتونم این روتیتش بدم حالا هر بکگراندی که مد نظرم هستش که میتونه بشنگ بشه قرار اینجا باید همین بکرانده قرارشیدم اینجا و حرفه میکنم تکمیل شد دیگه چیزی نمون از متریال های فضامون فقط باید بریم قسمت نور پردازی نهایی و بخیرم یه رندر بگیریم قطعاً الان میخوام تیک رو بردارم رندر خیلی جزایی بگیرم نمیده چون باید من نور پردازی مجدد انجام بدم روش خب ببینید توی این قسمت یه ذره جابجا کنم پلینر رو ببرم عقب دیده نمیشه این ببینید بذارید آهش دیده نمیشه اون پلینر رو انتخاب کنم یه باگ عجیبی داره این پلینر نه بازه من یک ریژیون این فضا بگیرم الان اومدش نمیدونم پنش تغییر دادم یه ذره دیگه اعمال نشد اصلا. خب چه اینجا ببین اگه دقت کرده باشید سیاسفید به خاطر اینکه تکسچرش نیومده خب من میام رنینگ میت و چه دست برای رنینگ میت پپ اومشم گوشم داخل چند یوتیوب توی دسکتاپ هم یه دونه میزنم که آبجکت تکچر بردم تکچرش فراخوانی بشه و برای این پوشش گیاهین رفته بودم سراغ آک مدل هام آبجکت ها مدل و میان پایین یه بوته رو داشتیم توی قسم مپسش برمیگردم از رب روز توی آرک مودل هام شماره 154 تکسیر و یه دونه هم 173 بود اگر اشتباه نکنم مپسش رو انتخاب میکنم و لینک میزنم حالی مجددن یه دونه تسترندر دیگه از این فضا ببین همش اومد خب حالا کاری باش نداریم میذاریم کامل رندر بگیره از این فضا و بخوایم رو نهایی انجام بدیم رین خب همین که داره تست میگیره از پس چهار رو ما ریلی دینویزر فعال میشه باستم خب حالا تو همینجا ببینید این برای اشتیاره همه یک مقدار روشن ترش میکنم فضا رو سه خوبه و چه لایتو پشت پشت گیاهین ببین از اینجا میره این نویزر فعاله یه مقدار کمترش میکنم نمیخوام خیلی پاستیلی بشه رندرم و میبینم اینجا ازش رو بلدتر میکنم نورو داریم اوکیه این نویزر شدتش بیشتر میکنم نویزر آی اس خوبه پایین شده و بیشتر دیده بشه اینجا هم ازش میانم بالاتر ببین اینجا لنز افکت رو فعال میکنم ببینید اگه ازش روی یک باشه خیلی دیده نمیشه ولی وقتی مثلا بزنم اینجا پنج ببینید پشت نمایش داد چه دادش رفت پوله. توی همین هم همینجا بشش گیاهیه اگر ازش بره بالاتر خوش بیشتر نمایش میده و لایت هم که به داخل اینه مثلا اونی 10 میذارن ببینید خوش نمایش حالا این میتونی نقدر کمتر شه بشش پشتی. و این رو هم بیشترش کنم مثلا اونی بیست بذارم ببینید بیشتر نمایش داد خودشو یه آدم ازش برم بالا مثلا یه دو بذارم سه بذارم بیشتر نیده بشه و یه نکته خیلی جالب ببینید من آموزشی گردشته بودم اینکه ما میتونیم ماسک استفاده کنیم روی کارمون و بگیم که چه میره شش آبدیتی یک بگیم آقا اینجاها رو لنز افکت فعال کن ولی مثلا اینجا رو نمیخوام انجام بدیم اینجا رو نمیخوام من رو این راست کلیک میکنم ولی قبلش حتما باید برم چه قسمت رندرینگ رندر ستاپ هم چه ایلمنت ها چه این قسمت کریپتو میت انتخاب کنم و بعد مورد تست رندر بگیرم این ایلمنتش باید فعال بشه حالا باسه اینکه که هم خیلی تو نکشه سریع میام تو سنس هم میزنم این تنظیمات اعمال بشه صحنه ببینم از کجا به کجا رسیدیم یه لایه بندی میخوام کنم کارامو دیگه بیام آقا با با اینجاها اعمال بشه لنز فکر اینجا که خیلی پرمون شده نمیخوام اصلا اعمال شه نمیخوام اصلا دیده بشه اوکی و چه این قسمت چه این پوشش گیاهیه میشه ازش شکم بیشتر کرد سن بیشتر دیده بشه ببینید اینجا ما داریم ببین اگه لنز افکت رو من خاموشش کنم اینجا رو داریم میام روش راست کلیک میکنم نیو لایر میزنم و بعد تو این قسمت کریپتو میت ماسک انتخاب میکنم ببینید تو این قسمت میتونم پیک بزنم میگم اینجا رو میخوام بخش اینورتش کنم بزنی. میگم الان این قسمت رو حذفش کنم تیک اینورت زدم الان همه جا قرار اعمال بشه میگم الان اینجا رو نمیخوام ببینید اینجا دیگه اون حالتی که میخواستیم نداریم هر جای دیگه اعمال میشه حالا اینجا یه مقدار اکسپوژن بیشتر میکنم سفتگی کمتر یه مقدار کنتراست به کار میدم حالا تو خود قسمت اینتنسیتی این رفتار می‌بینم بخوام خب اگر این لایت رو بیشترش کنم شده در بیشتر دیده میشه یه مقدار از این کم کنم خیلی اغراق شد الان بهتره این هم همین رو ببینم یه مقدار احساس میکنم میتونه باشم ترم بشه خیلی دیگه دار شن بشه می یک و یه مقدار کمترش کنم چون توی خود فوتوشاپ بشم اینا قرار تاثیر بذاریم من دارم به بعدش فکر میکنم تو پست اداکشینش الان اوکیه باس خیلی بهتر شد و استاپ میکنم چون سنسو میزنم تراد نمار شد و بعد میام توی قسمت رندر ستاف و روی تب جی آی حتما هم این اوکلوژن رو فعال میکنم چون اینجا هم مثل طبق هم اینجا روی پروگرسیم همیشه کار میکنم 120 اوکیه اینجا هم روی مثلا 5000 اوکیه چون خیلی رفریک داریم تایم رندر خیلی میره بالا و اینجا هم رو مثلا روی مثلا 2000 تا کفایت میکنه چون بس منده پایین سیف میکنم کارم و, و بعد میذارم یک رندر بگیره هم شک میکنم همیش اوکیه و زمین رندر نهایی از این فضا برامون بگیره خب بچه ببینید من رندر رو استاب کردم و توی این قسمت به همچین خروجی رسیدیم ببینید دینویزر فعال شد تا انتها بردمش اینجوری بود تا انتها بردمش که کلا نویت ها رو بین ببره توی لنز هم دست بشیدیم فقط روشنش کردیم و تمام من الان سیف کردم این قسمت هست سیف کارن چنل رو دستاپ هم سیفش کردم و الان میخوام ببرم بهش داخل فوتوشاپ بس کلیک میکنم اوپن فوتوشاپ رو باز میکنم و ببینید که چه کار جزو میشه کرد من اینجا قفش رو بر میدارم و کلیک کنم روش قفش برشته میشه کنترل رو نگه دارم صفر رو میزنم که کامل بندازه کادر خود مایتورم رندر باز بشه اول کاری که میکنم لایه انتخابه میبرم توی فیلتر camera فیلتر و توی این قسمت میام با نور ها و چیزهایی که داره کم کار کنیم میگم مقدار اکسپور میدم بهش کنتراست توی قسمت هایلایت ببین توی بیرون یه ذره روشن کنیم نه خیلی چطور کریتی من یک مقدار کریتیوش میدم اوکی دی هیزش میدم خوبه چه قسمت امان یکم شارپنس بهش بدیم مسکینگش رو ببریم بالاتر و توی قسمت بیمانسه برای دوریت رنگی میتونیم ببینیم که کم تغییر میمان کنیم من اینجا حتما حتما یکم ستریشنش رو بالا میبرم ستریشن اورنجش رو و توی این قسمت فضای سبز رو روشنش میکنم توی روشن تر بشه خیلی جذاب تر میکنن چون قسمت زرد بودن ببین خیلی دیگه بالا نیبرم. که بلوش ببین از پس زمین بیرون یک مقدار سمت چپ میارم بسه این آبی بودن رو داشته باشیم به سمت راست خیلی مطرح نیستش آره خوبه و ببینم این چوکه به قرمزی داریم اینجا به این سمت راست بیارم که بهتری ببینیم و بعد اوکی میکنم از کامرا فیلتر پریست هایی هستش که بعد شما میتونیم ازش استفاده کنیم داخل کارمون لایه هایی بزنیم از کار لوکاپ ببینید مثلا خود من همیشه میام این کدک استفاده می‌کنم خیلی جذاب میکنه ولی خب بسش خیلی زیاده یه مقدار کمش میکنم همیشه تیف کاریمو همیشه این را به این سمت گذاشتم و به این به این خروج خیلی جذاب خوشگل رسیدیم و را... کمی سیوش کنم روی جای بک یه پست برو جلوش بیان نیستم و تمام بینیم داخل دستاپمون ببینید این رندر خام ما بوده و این هم رندر نخواهی چقدر جذاب دیتیل همه خوب اوکی همین چی اوکی و ها خیلی قشنگی هم براش کنید داشتیم ببین پشت گیاهی داریم و سایه های خیلی قشنگ و کار داخل کار داریم دیگه اصلا هر چیزی که پس وای دارم که از این ورکشاپ لذت برده باشید آموزش دیده باشید و حتما 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 رندر گرفتید داخل گروه بذارید با ذکر اسمتون و ببینیم و ما انرژی بگیریم دمتون گرم لایک کنید کلی لایک کنید کامنت بذارید واسمون کلی انرژی بگیریم دمتون هم گرم تا بتونیم خیلی با انرژی بیشتری بریم سراغ ورکشاپ های دیگه ورا خودتون بشید فعلا خدا حافظ.